افزایش نگرانی ها در مورد وضعیت بازداشت شدگان اعتراض های اخیر ایران، وثیقه های میلیاردی برای کسانی که غم نان آنها را به خیابان کشاند. از یک حقوقدان میپرسیم چه گره هایی بر سر پرونده های بازداشت شدگان اعتراض های اخیر وجود دارد. وزیر خارجه آمریکا میگوید حاکمیت در ایران از مردمش میترسد. از یک جامعه شناس میپرسیم دلیل این ترس چیست و راه مردم و حاکمیت چقدر از هم جدا میشود. همچنین در برنامه امشب، در حمله راکتی به یک پایگاه نظامی در عراق این بار یک آمریکایی کشته شد. واشنگتن گفته بود اگر کار ایران باشد تلافی میکند. طرح جدید مبارزه با قاچاق لوازم خانگی، کالاها تا اواسط دیماه شناسه‌دار نشوند برخورد می‌شود. کنارگیری یک مربی خارجی دیگر از فوتبال ایران، پرسپولیس هم به درد استقلال تهران دچار شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. حدود یک ماه و نیم بعد از اعتراض‌هایی که گزارش شده در آنها دست کم چند صد نفر کشته شدند و هزاران نفر بازداشت، حکومت ایران همچنان افرادی را به اتهام مشارکت در اعتراض‌ها بازداشت می‌کند. در همین حال نگرانی‌ها درباره بازداشت شدگان این اعتراض‌ها هم بالا گرفته. وکلای دادگستری که در تلاشند وکالت تعدادی از این دستگیر شدگان را به عهده بگیرند میگویند بسیاری از این افراد اصولاً توانایی تأمین وثیقه‌های چند میلیاردی را ندارند، در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و از اقشار بسیار کم درآمد جامعه‌اند. همزمان مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا به ترس حاکمیت ایران از مردم اشاره کرده و گفته رهبر ایران مانع سوگواری مردم کشورش برای کشته شدگان اعتراض‌های اخیر می‌شود. شکاف بین حاکمیت و مردم چقدر جدی است و آیا قابل ترمیم است؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فرین آسیم. در حالی که 40مین روز کشته شدن معترضان آبان با سرکوب شدید در ایران روبرو شد، مقام‌های امنیتی همچنان از بازداشت کسانی خبر می‌دهند که در این اعتراض‌ها شرکت داشتند. عبدالرضا ناظری، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان، از بازداشت 13 نفر از صاحبان ماشین‌هایی خبر داده که در اعتراض‌های آبان حضور داشتند. مأموران پلیس امنیت عمومی استان موفق شدند 13 نفر از عوامل اصلی ایجاد راهبندان منجر به ترافیک و ازدحام جمعیت در سطح شهر کرمان را دستگیر کنند. در روزهای ابتدایی اعتراض‌های آبان که ابتدا در اعتراض به افزایش قیمت بنزین شروع شد، تعدادی از معترضان در اینجا بزرگراه همت در تهران ماشین‌های خود را در بزرگراه خاموش می‌کردند. مردم تجمع کردن، ماشین‌ها را خاموش کردن. اینجا هم خیابان وکیل‌آباد مشهد است. حسن روحانی پیش از این درباره عواقب این کار هشدار داده بود. خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه. حیدر عباس‌زاده، فرمانده انتظامی استان خوزستان، هم گفته یکی از مدیر گروه‌های به گفته او معاند فعال در فضای مجازی در شهرستان اهواز دستگیر شده است. او گفته متهم برای تجمع در اهواز فراخوان می‌داده و فیلم و عکس می‌گرفته و در فضای مجازی پخش می‌کرده. از تعداد بازداشت شده‌ها آمار دقیقی در دست نیست. محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس، گفته برابر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد مسائل به گفته او امنیتی، وکلایی که معتمد قوه قضاییه باشند انتخاب می‌شوند. دو وکیل دادگستری که در فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه نیستند، به بی بی سی فارسی گفتند که در تلاشند وکالت بازداشت شده‌ها را بر عهده بگیرند. هلاله موسویان، وکیل دادگستری، به روزنامه اعتماد گفته در جریان پرونده چند نفر از بازداشتی‌ها قرار گرفته و برای بسیاری از آنها وثیقه‌های میلیارد تومانی صادر شده و خانواده بعضی از آنها گفتند توانایی تهیه این وثیقه‌ها را ندارند. با وجود این، مقام‌های مختلف از همدردی و همدلی با کسانی حرف می‌زنند که آسیب دیدگان حوادث اخیر می‌نامند. بخشی از این بچه‌هامون، جوانامون، بانکه مثل بچه‌های خودمون هستن، مثل برادر خواهر برادرای خودمون هستن،
تو این حادثه بودن، بیگناه بودن. به هر حال توی یک اتفاق بحرانی که رخ داده، این مصیبت هم برای بعضی خانم آمده توجیه بشن و همدردی باهاشون بگیره. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتی از حق عزاداری مردم برای کشته‌های اعتراض‌های اخیر نوشته است. مردم ایران حق دارند برای 1500 نفری که به دست آیت الله خامنه‌ای در اعتراض‌های ایران کشته شدند، عزاداری کنند. حکومت از مردم می‌ترسد و بار دیگر به خشونت متوسل شد و اینترنت را قطع کرد. چند خانواده کشته شده های اخیر اعلام کرده بودند مراسم 40 فرزندانشان را در 5 دی برگزار خواهند کرد. از جمله خانواده پویا بختیاری، جوان 27 ساله‌ای که 25 آبان در مهشهر کرج با گلوله کشته شد. تعدادی از افراد خانواده او چند روز پیش از مراسم 40 او بازداشت شدند. ماموران امنیتی تعدادی از افرادی را که برای شرکت در مراسم 40 او به بهشت سکینه رفته بودند بازداشت کردند. در شهرهای دیگر هم تعدادی بازداشت شدند. از بسیاری از بازداشتی ها خبری در دست نیست. پیش از این 16 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ابراز نگرانی کرده بودند که هزاران نفر از بازداشتی های آبان تحت شکنجه و بدرفتاری هستند. جمهوری اسلامی اما همچنان درباره تعداد کشته ها و بازداشتی ها سکوت کرده است. فرین آسمی، BBC. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری از تهران به ما پیوسته. آقای آقاسی، اصولا حالا یه مقداری بیشتر داریم اطلاعات به دست میاریم راجع به افرادی که بازداشت شدن، به خصوص از طریق وکلایی که دارن تلاش میکنن برن وکالت این افراد رو به عهده بگیرن، که اون هم کار مشکلی است. بازداشت شده ها بر اساس گفته های این افراد از چه اقشاری از جامعه هستن؟ بر اساس گفته هایی که این سو اون سو مطرح میشه، ظاهراً بسیاری از کسانی که در این تظاهرات حضور داشتن مربوط به حاشیه شهرها هستن و کسانی هستن که در وضعیت اقتصادی ناخوشایند قرار دارن و هر روز فشار اقتصادی بر اونها افزوده میشه و طبیعتاً سکوت بیش از این رو که تاب آورده بودن در 25 آبان ماه نتونستن ادامه بدن. من اتفاقا نگرانیم از همینه که اگر که اقدامات و یا سکوت دولت و حاکمیت به صورتی باشه که به قولی من عذرخواهی میکنم از این عبارت پا به رهنه ها بیان انقلاب بکنن، اون وقت نه تاک میماند و نه تاک نشان. و عملا وکلا در شرایط کنونی چه کمکی به اونها میکنن؟ صحبت از وثیقه های میلیاردی هست و به همین دلیل تعدادی از این افراد در زندان همچنان ماندند و طولانی شده مدت. زمان حضورشون کمی نزدیک به 40 روز هست، برخی از اونها در زندان هستن. وکلا چه میتونن بکنن؟ ببینید، یک اراده ای ظاهرن و متاسفانه در دستگاه های در واقع رسیدگی کننده به این پرونده ها هم از ضابطین و مراحل تحقیقات دارسرا وجود داره که علاقمنده که وکلای دادگستری و حقوقدان ها نتونن وارد این رسیدگی ها بشن، نتونن وارد حمایت قانونی از دستگیر شده ها بشن و این چیزی هستش که مدت ها صحبت میشه، نمایندگان مجلس عنوان میکنن و ناراحتن و حتی دیدیم که معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه آقای دکتر محمد مصدق هم در این زمینه صحبت کرد و قرار بود که یک لایحه‌ای به مجلس داده بشه، یک پیشنهادی بشه، اما متاسفانه خبری نیست. بارها صحبت شده که در کمیسیون قضایی به این ایراد اساسی به قانون که خلاف اصل 35 قانون اساسی هم هست رسیدگی بشه، اما توجهی نشده. من اینجا اجازه بفرمایید عرض بکنم که اگرچه تفسیر ماده 48 قانون آنجاست کیفری یک همچین منعی و یک همچین قیدی داره، اما ماده 190 که مؤخر بر اون ماده است و به نظر حقوقدان ها اون قانونی، اون ماده ای که دیرتر آمده و یا مؤخر هست، حاکم هست بر مواد مقرر. صراحت داره که متهم، ماده 190 قانون اندازه کیفری میگه که متهم به محض اینکه دستگیر شد باید بازپرس به او باید هست تکلیف، در واقع باید بهش تفهیم بکنه که میتونه وکیل همراه خودش داشته باشه و باید در صورت جلسه هم قید بشه. اگر نکرد ضمانت اجرایی داره، مجازات انتظامی درجه 8
به بالا برای اون قاضی که چنین تفهیمی رو نمی‌کنه و چنین اختیاری و حقی رو از متهم می‌گیره در نظر گرفته شده. اما عملاً جایی نیست که به این تخلفات رسیدگی کنه. افسوس که دادسرای انتظامی ما در این زمینه تا اندازه کند عمل می‌کنه. اشاره شما به اون لیستی از وکلا هست که مورد تایید حاکمیت هستن، در پرونده‌های امنیتی خواسته شده که در پرونده‌های امنیتی اونها وکالت افراد رو به عهده بگیرند، که عملاً در زمان ریاست قوه قضاییه پیشین شکل گرفت. وقتی آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه شد، او انتقاد کرد از این مسئله و حالا قوه قضاییه روبروست با پرونده‌های هزاران نفر که بازداشت شدند و عملاً یک لیست محدودی از وکلا. فکر می‌کنید میشه امیدی داشت که تغییری در این قانون ببینیم؟ اشاره درستی کردید قربان. اجازه بفرمایید من عرض بکنم. اول 20 نفر و بعداً 43 نفر دیگر اضافه کردن، شد 63 نفر. شنیدم جمعاً 100 نفر. ما 7000 دستگیر شده داریم. عنایت بفرمایید 7000 نفر رو چطور می‌توانند 60 نفر یا 100 نفر وکیل از اونها حمایت قانونی و حقوقی داشته باشن؟ من یک نامه‌ای رو فکر می‌کنم قبلا همین رو مطرح کردم، خدمت معاون حقوقی قوه قضاییه نوشتم و در اون اعلام کردم، راه حلی رو پیشنهاد کردم که به موجب این راه حل بدون نیاز به مراجعه به مجلس این مشکل میتونه برطرف بشه. توجه بفرمایید وکلایی که پروانه وکالت میگیرن از نظر مرجع صالح قانونی که به اینها پروانه داده همه معتبر پروانه‌شون و حق وکالت دارن. بنابراین میشه به راحتی مشکل رو برطرف کرد به شرط اینکه واقعا بخواهند و این اراده وجود داشته باشه. ظلم بزرگی داره به این دستگیر شده ها میشه به خاطر جلوگیری از استفاده از خدمات حقوقی وکلای دادگستری. ممنون ازتون آقای آقاسی، محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری از تهران با ما. همزمان کاظم کردوانی، جامعه شناس از مگدبرگ آلمان با ما هست. آقای کردوانی، صحبت‌های آقای پومپئو رو در گزارش فرین هم شنیدیم راجع به اون که آقای پومپئو میگه حاکمیت از مردمش میترسه و خب مشخصا ترس مردم از حاکمیت یا حاکمیت از مردم در این حال چیز مثبتی نیست از نگاه جامعه شناسی. با چه شرایطی به نظر شما روبرویم؟ چقدر این به واقعیت نزدیک گفته های آقای پومپئو؟ فارغ از سخنان آقای پومپئو، چون ما زندگی میکنیم، ما در مقام ایرانی این زندگی ماست، صرف نظر از اون چی که ایشون فرمودن، حقیقت این است که این حرکت اعتراضی بزرگ، این خیزش بزرگ بر اساس سه پدیده مهم در جامعه ایران شکل گرفته، یعنی فقر، تحقیر و تبعیض و سرخوردگی بزرگ اجتماعی. در نتیجه رفع این به اصطلاح علل چنین پدیده های، چنین اعتراض های، چنین حرکت های بزرگ اجتماعی در کار به اصطلاح کار بردن خشونت نیست. از لحاظ تاریخ و جامعه شناسی تاریخ ما، ترس همیشه یکی از عنصرهای مهم حکومت کردن در ایران به امروز هم خلاصه نمیشه. در دوران تاریخ معاصر ما تمام حکومت هایی که بر ما حکومت کردن از ترس به عنوان یکی از ابزارهای اصلی حکومت استفاده کردن. حالا تاریخ پیش از این دوران ما عرصه که جای خود داره ببخشید، و امروز در حقیقت حکومت سعی میکنه که با ایجاد ترس و با ایجاد بدترین شیوه های ترس، یعنی شما فکر بفرمایید که در تاریخ ما در دوران معاصر سابقه نداره در یک تظاهرات مردمی که فقط زندگی شرافت مندانه میخواستن، مردمی که فقط میخوان زندگی بکنن در مقام انسان، 1500 نفر کشته بشه و این تیرهایی که در واقع بدون حساب و کتاب اصولاً نباید علیه مردم تیر انداخت، ولی برجت یکی مثلا نمونه های فراوان هستن. این اعتراضا کسی آمده بره نون بخره، در واقع
یه تیر خورده تو سرش و جان باخته. در نتیجه از روز نخست این حرکت شد، حکومت کوشید با وحشیانه‌ترین شکل‌های ممکن این ترس رو در جامعه ایجاد بکنه که مردم اجازه نداشته باشن بیایم در خیابان. و در حقیقت یک نوع ترس خود حکومت هم هست، یعنی اینجا نشان میده همیشه خشونت با ترس این یه قانون شناخته شده جامعه شناختیه، همیشه رابطه مستقیم داره. این خشونت در واقع از سوی حکومت خودش ناشی از ترسی است که حکومت از مردم داره. آقای کلانی، البته اشاره بکنم که این آمار 1500 نفر آمار خبرگزاری رویترز هست که هنوز همگان منتظر هستند که حاکمیت جمهوری اسلامی آماری رو از تعداد کشته شدگان، بازداشت شدگان منتشر بکنند. نمیدونم واقعا. اما سوالی که داشتم این بود که بارها حاکمیت جمهوری اسلامی در تنگناهای این چنینی قرار گرفته، اما بعد از اون کم و بیش موفق شده این شکاف رو برطرف بکنه. شاید البته شما مخالف نظر من رو داشته باشید و بگید این شکاف هر روز گسترده تر شده، اما این بار فکر میکنید اصلا راهی داره حاکمیت برای این کار؟ مناسبه فرمایید، ما در جامعه ایران دست کم با 15-16 شکاف و گسست بزرگ اجتماعی رو بستیم. زمان برنامه شما در واقع این نمیتوان مجموعه این گسست‌ها و این شکاف های بزرگ اجتماعی رو شکاف. این گسست های بزرگ اجتماعی امروز و دیروز به وجود نیامده، حاصل در واقع مجموعه سیاست ها، اقدام ها در حوزه های گوناگون جامعه است، از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، که این چیزی رو به وجود آمده. به نظر من حکومت ایران امروز با آنچه که نشان میده و با آنچه که ما در همین چهل روز میبینیم که موفق نشده حتی آنچه که انجام دادن رو برای مردم توضیح بده، حتی نتوانسته یک چهره معقول، یک ذره مقبول راجع به آنچه که انجام داده رو در چشم مردم نشان بده. همه این نشانه ها گواه بر این است که امروز حکومت ایران ظرفیت های بازسازی خودش رو در بخش زیادی از توانایی‌هاش از دست داده. یعنی امروز بازسازی ایران، بازسازی حکومت ایران منظورم است و بازسازی به اصطلاح نظام سیاسی ایران، چون مسئله درست اقتصادیه ولی اصل ماجرا به سیاست برمیگرده در این حوزه. این در واقع تا این بازسازی نظام اجتماعی ایران انجام نشه، من تصور نمی کنم که حکومت بتواند موفق شود و حکومت تمام بخت‌های تاریخی خودش رو، تمام بخت‌های اجتماعی رو برای این بازسازی نظام خودش به نظر من ندست. البته منظورم بیشتر بازسازی اون نزد افکار عمومی بود و همینطور اعتماد بین دولت و ملت، که البته در گفته‌های شما هم اشاره‌ای بهش شد. اما اگر فرض بگیریم که حاکمیت تصمیم بگیره که این کار رو بکنه، باید چه بکنه به نظر شما؟ ببینید، اولا این یکی از دلایل بزرگ این کسری اعتمادی است که در جامعه وجود داره. یعنی مردم اعتماد به حکومت ندارند. مجموعه قول‌هایی که در این 40 سال روز به روز، هفته به هفته با این رئیس دولت و با اون رئیس دولت به مردم داده، هیچ کدوم از این در واقع وعده ها واقع نشده، به واقعیت نپیوسته. در نتیجه این نبود اعتماد میان مردم و حکومت که موجوده، به نظر من تنها یک راه داره، اون از که حکومت یک تغییر اساسی در ساختار سیاسی خودش و در ساختار رفتار خودش انجام بده و مردم رو در حقیقت مالک اصلی مملکت بده. تا زمانی که حکومت مردم رو مالک اصلی سرزمین ایران ندونه و نپذیره که ایران ملک مشاع همه ایرانی هاست، حالا با فراز و نشیب هایی، با
بالا پایین هایی در واقع همین وضعیت هست. و شما ملاحظه می‌فرمایید که در این 40 روز حکومت نه نشان داده که می‌خواهد این به اصطلاح یک نوع، حتی در بیانش، حتی در بیانش، در شیوه رفتارش بازسازی این سیاست رو بپردازه. و به نظر من تا اون به اصطلاح جراحی بزرگ در درون نظام و ساختار سیاسی ایران انجام نشه، به نظرم نمیاد که بتوانند اعتماد دوباره مردم رو جلب کنند. ممنونم از وقتتون، کاظم کردوانی، جامعه شناس. در ساعت پایانی روز جمعه، حمله موشکی به پایگاه نظامی در عراق به کشته شدن یک غیر نظامی آمریکایی انجامید. اگرچه هنوز مسئول این حمله مشخص نیست، اما کشته شدن یک آمریکایی باعث شده نگرانی‌ها درباره افزایش تنش بین آمریکا و ایران بیشتر بشه. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته این کشور در حال بررسی دست داشتن گروه‌های مرتبط با ایران در این حمله است. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. نیروهای آمریکایی در عراق با حمله و تلفات جانی بیگانه نیستند. آنها سالهاست که در عراق حضور دارند و در تمام این سالها نیز هر از گاهی هدف حمله گروه‌های مختلف قرار گرفتند. اما این بار کشته شدن یک غیر نظامی آمریکایی به دلیل شرایط خاص منطقه و پشت صحنه سیاست پرتنش خاورمیانه، فضای غبارآلود از ترس و نگرانی به وجود آورده. ترس از افزایش ناگهانی تنش نظامی و زد و خوردی آخر الزمانی. داستان از این قرار است. در حمله اخیر پایگاهی نظامی در شمال عراق به نام K1 یا K1 هدف قرار گرفته. در نزدیکی مرز اقلیم کردستان عراق، در 15 کیلومتری شهر کرکوک. اما این نخستین حمله از این دست نیست. در دو ماه اخیر دست کم 10 حمله مشابه صورت گرفته که تلفات جانی نیز داشته، که البته همگی عراقی بودند. و در نتیجه آخرین مورد حدود 2 هفته پیش، آمریکا با صراحت انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفت و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای با لحنی تند ایران را تهدید کرد. ما باید از این فرصت استفاده کنیم و به سران ایران یادآوری کنیم هر گونه حمله‌ای که توسط آنها یا گروه‌های وابسته به آنها انجام شود و به آمریکایی‌ها یا متحدین ما یا منافع ما آسیب برساند، با پاسخ قاطع ایالات متحده روبرو خواهد شد. و کلید ماجرا هم در همین پاسخ قاطع ایالات متحده است. حالا در حمله جمعه شب هم یک آمریکایی کشته شده و هم بار دیگر این احتمال مطرح شده که گروه‌های مرتبط با ایران در این حمله دست داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. این مرد ابو مهدی مهندس نام دارد. نفر دوم 8 شعبی که چتری است بر سر تعدادی گروه شبه نظامی شیعه و نفر نخست این گروه کتائب حزب الله عراق. یک گروه شبه نظامی شیعه با پیوندهایی که مخفی هم نمی کند، مانند این عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی ایران که در گرد همایی گروه کتائب حزب الله به نمایش درآمدند. آنچه که می تواند حمله به پایگاه کیوان را به یک بحران منطقه‌ای تبدیل کند، دست داشتن احتمالی این گروه یا گروه‌های شبیه به این در حمله خبرساز جمعه است که اگر صحت داشته باشد، آن وقت باید منتظر ماند و دید تا پاسخ آمریکا چه خواهد بود. کیوان حسینی، BBC. حسام دستپیش، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین دانشگاه اربیل از بروکسل به ما پیوسته. آقای دستپیش، های اصولا گروهی در عراق امکاناتی رو در اختیار داره که بتونه حمله این چنینی با این وسعت و به این بزرگی به یک پایگاه انجام بده، غیر از گروه های وابسته به ایران؟ ببین، بر اساس گزارشاتی که از طریق ایالات متحده و حتی اسرائیلی در ماه‌های گذشته منتشر شده یا دیدیم، حاکی از اینه که جمهوری اسلامی بخشی از توانش و توان نظامی مخصوصاً موشکیش رو به این مناطق به عراق منتقل کرده. اما اون چیزی که مسئله رو در کرکوک بسیار حساس میکنه به این از این لحاظ که بیشترم انگشت اتهام مربوط به جمهوری اسلامی است، به این معنا که کرکوک خود عراق در یک نوع بحران یا خلای قدرت به سر میبره. کرکوک موضوعش خیلی حادتر به این معنا که کاملا وضعیت امور در منطقه کرکوک در کنترل نیروهای هشت شعبی و عمدتا نیروهایی که با
وابسته یا نزدیک به جمهوری اسلامی هستند. این به این معناست که احتمال داره که از مسیر جلولای خط استان دیاله به مسیر کرکوک این امکانات در اختیار به اصطلاح نیروهای حشد شعبی قرار گرفته باشه و این امکان در حال حاضر و تا با امروز با این به اصطلاح نمونه های گذشتش تنها در اختیار اونهاست و نیروهای دیگه مثل داعش یا گروه های پراکندگی دیگری که در منطقه وجود دارن این امکان رو ندارن. و فکر میکنید اصولا چرا این گروه های حالا تحت حمایت ایران باید چنین کاری رو بکنن؟ خب از لحاظ منطقی، از لحاظ عقلانی اگه بیاییم موضوع رو بررسی کنیم، خب نباید این اتفاق بیفته در شرایطی که به اصطلاح جمهوری اسلامی در این موقعیت قرار داره. اما تمام اتفاقاتی که در این مدت اتفاق افتاده، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، عمدتاً مبناش بر اساس یک رابطه عقلانی یا به اصطلاح سود و زیان در رابطه منافع کلان نیست، بلکه بستگی داره به یک نوع عواملی که در داخل عراق یا در داخل ایران در ساخت قدرت ایران وجود داره. به این معناست که اون چیزی که حشد شعبی انجام میده در عراق منبعث از یک نوع رابطه عقلانی به معنای تأمین منافع از راه اصولی اون در عرصه رابطه خارجی باشه نیست، بلکه از راه غیر عقلانی است، به خاطر اینکه موقعی که سیستم سیاسی در وضعیت خیلی نامتعادلی باشه قاعدتا نمیتونه رفتار خیلی عقلانی انجام بده. آیا فکر میکنید که این مسئله اگر ایران پشت این قضیه باشه دولت عراق رو در چه شرایطی قرار میده با توجه به اینکه دولت عراق الان مشکل بزرگی رو پیش روی خودش داره، اون هم اعتراض ها که عملا شرایط سیاسی رو در عراق بسیار پیچیده کرده؟ خب ببینید، دولت عراق از ماه اکتبر به بعد وضعیت خیلی نابسامانی داره. خب این شرایطی که اگه منجر به یک مسئله خیلی جدی بشه به معنای واکنش، خب طبیعتاً ایالات متحده یا باید واکنش مستقیم متوجه جمهوری اسلامی باشه یا نیروهای تحت امر اون. بر اساس گزارشاتی که منتشر شده حاکی از اینه که نیروهای حشد شعبی در حالت آماده باش قرار دارن. خب اگه قرار باشه این دولت با تفنگ در عراق بیاد و عراق رو به یک میدان جنگ دیگری تبدیل کنه، خب طبیعتاً دولتی که در عراق، دولت ورشکسته که در عراق وجود داره، وضعیتش از این که هست نابسامانتر خواهد شد و به یک نوع حالت خیلی نابسامانی مثل سوریه یا حالت خیلی بدتری از اون میتونه به اصطلاح اتفاق بیفته، مثل جنگ‌های داخلی که در لبنان حداقل وجود داشت. اگر خیلی کوتاه بفرمایید، میدونیم که همزمان حشد شعبی هم دنبال این هست که در عراق بتونه قدرت بیشتری رو در اختیار بگیره، قدرت به لحاظ سیاسی. چقدر اونها ممکنه با این کار بخوان قدرت خودشون رو نشون بدن و در این حال از اون طرف از حاکمیت بخوان قدرت بیشتری رو بگیرن؟ ببینید، برای اینکه واقعا این مسئله رو بتونیم بشکافیم بستگی به عوامل متعددی داره، مخصوصا وضعیتی که در بغداد وجود داره. همچنان که میدونید یه تضاد خیلی جدی بین نیروهای حشد شعبی و کسایی که خواستار دولت مدنی در عراق هستن وجود داره، یه تضاد خیلی جدی بین نیروهای حشد شعبی و نیروهای حکومت اقلیم کردستان وجود داره، یه تضاد بین حشد شعبی و ایالات متحده وجود داره. بستگی داره در بررسی این مواردی که وجود داره آیا حشد شعبی میتونه بازیگر باشه، که به نظر من بازیگر این ماجرا حشد شعبی نیست تا اینکه عامل فاعلیت بون بدیم، بلکه فاعل اصلی در این نوع جنبش به اصطلاح نیروهای شعبی جمهوری اسلامی است. به همین دلیل باید به این فکر کنیم که جمهوری اسلامی در این معادله میتونه چه نقشی داشته باشه یا دنبال چه مسئله است. ممنونم از شما حسام دستپیش، استاد علوم سیاسی با ما. بحث استعفای دولت در ایران این روزها بالا گرفته. دور تازه این بحثا وقتی شروع شد که این نماینده مجلس گفت رئیس سازمان برنامه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس وقتی فهمید کلیات بودجه سال آینده ممکنه رأی نیاره، تهدید کرد که اگر چنین بشه دولت کناره‌گیری میکنه. محمد باقر نووقت به کلی چنین حرفی رو تکذیب کرد، اما بحثا ادامه پیدا کرد. از جمله ادعی میپرسن که دولت در شرایط اقتصادی فعلی اصولا چه راهی برای ادامه کار داره. رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه ساکسون از شهر پل
کومونا در ایالت نیوجرسی آمریکا است. آقای قریشی، این بحث بودجه بحثیه که از حالا تازه شروع میشه و خیلی جدیتر خواهد شد، ولی از همین ابتدا حداقل شایعاتی در مورد کنارگیری دولت شنیدیم. چه حاشیه‌هایی داره این داستان امسال؟ بله، با سلام خدمت شما و بینندگانتون. همه به این بودجه انتقاد دارن، از چپ و راست و بالا و پایین و به درستی، اما یه چیزی رو که همه نمیگن اینه که جز این چه میشد کرد. یعنی مشکل ایران اساسی تر بودجه تبلور مشکل است، و حالا تازه خود اینی هم که من میگم تبلور مشکل دیگه است، ولی از حتی قبل از انقلاب ایران به نفت متکی بوده، به درآمد نفت، از بعد از کودتا عملا، و الان درآمد نفت نیست، و این دلیل اصلی اینه که این بودجه 1001 عیب داره. درآمدهایی که براش پیش بینی میکنن به اصطلاح غیر واقعیه، مخارجی که میزنن هر جایی که میزنن صدا یکی در میاد، آلترناتیوایی که میدن هیچ کدومشون عملی نیست. اگر بخوایم واقعا ریشه‌ای بگیم چه باید کرد، مشکل اقتصاد ایران از انقلاب تا حالا سیاست زدگیش بوده، سیاست‌های غلط داخلی و خارجی. خارجی که نتیجه‌اش همین تحریم‌ها شده و قطع درآمد نفت، داخلی هم که نتیجه‌اش این اقتصادی که داریم که ساختارش واقعا فاسده، باندبازی مافیاییه، و تا اینا اصلاح نشه اون حل نمیشه. این کلیه. در مورد مشخص بودجه، حرفی که زده میشه راجبشون استعفا بده، خب برای اینکه مخالفین آقای روحانی ایشونو گذاشتن توی به اصطلاح صندوقی، هیچ کاری نمی، حتی نذاشتن FATF تصویب بشه، حالا بودجه پیشکش، و بعد ازش میخوان که این کارو بکن اون کارو بکن بدون اینکه بهش ابزار بدن. اینم جواب آقای روحانی و طرفدارانشه، آقا اگر فشار بیارین ما ول میکنیم و میریم. من نمیدونم این چقدر جدیه، ولی اگر این کارو بکنن اون وقت دقیقا همون چیزی است که میگن نشده، یعنی فروپاشی حکومت. راه دیگه شون چه؟ راه دیگه شونه که واقعا اولا مالیات ها رو بیان واقعی کنن، یعنی بیارن اون خصولتی ها و نهادهای وابسته به رهبر و آستان قطنان رو بیارن زیر چتر مالیاتی. این یک قدم خیلی بزرگی خواهد بود. یه مقدار از بودجه های زائد و مؤسسات دینی و بعضی شرکت های دولتی و اینا رو هم بزنن، این کارا رو بکنن، و حتما سعی کنن که رابطه خارجیشون جوری باشه که مقدار درآمد نفت داشته باشن، میتونن این مشکل رو حل کنن. وگرنه متاسفانه من راه دیگری نمیبینم، یعنی راه دیگرشون پول چاپ کنن و اون یعنی تورم. آیا دولت آقای روحانی هیچ قدم مثبتی هم در زمینه شفاف سازی در مورد این بودجه برداشته یا نه؟ یعنی مثلا در مورد جزئیات بودجه‌ای که ما داریم میبینیم، یه بخشش در دولت آقای روحانی اتفاق افتاد، اونها کم و بیش تونه با مردم در میان گذاشتن یک سری از جزئیات رو، و شاید امیدوار بودن که از این طریق بتونن فشاری بر حاکمیت بگذارن تا اون اصلاحاتی رو که شما گفتید اعمال بکنن. آیا اینطور نمیبینید؟ چرا، قصدشون این بود، و حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم این آمار رو دروردن. اون طرف مقابل یا زور زیاده یا روش زیاده یا هر دو، از این بابت عقب که ننشستی چیزی یه مقدار تهاجمی تر هم شده. مشخصا آقای علم الخدا به این بودجه نقد داره. نقد ایشون هم اینه که این بودجه پایه مالیاتیش رو گست بزرگترین هایی که باید بیاد زیر چتر مالیات آستان قطر رضویه. یعنی اینا به جای اینکه عقب بشن، یا در مورد اینکه تهدیدی که طرفداران روحانی میکنن که آقا شما بیا اگر تو بهتر میزنی بستان بزن، میگن نه نه ما انتقاد فرق داره، ما خواهان سرنگون استعفا روحانی نیستیم. یعنی تا حالا که جواب نداده. جالب اینه که آقای خامنه‌ای به شدت این جناح راست مخالفین درگیر نیست در این مسئله و به اصطلاح حمله نمی‌کنه. حالا یه دلیلش میتونه این باشه که بخشی از این جنگ و دعوایی که اینا دارن سر انتخابات و دوره رئیس جمهوری بعدیه که ایشون در اشتخالت داره، یکیش هم اینه که ایشون با آقای روحانی احساس همدردی میکنه. ایشون باید قاطعانه تر بیاد طرف اونا، باید یه مقداری عقب بشن، اگر نه همونطور که عرض کردم مشکل حل نخواهد شد و اونا عقب که نمیشینن یه چی تهاجمی تر هم شدن.
عملا پس بودجه که در سال آینده ما خواهیم دید بودجه خواهد بود که آقای روحانی و دولتش تسلیم خواهند شد و در مقابل تمام این فشارها در نهایت مجبورند بودجه رو ببندند که اونقدر هم مد نظرشون نیست. به هر صورت هر جوری اینا بکنن بودجه طور که ابتدا عرض کردم یه مشکل اساسی داره که هر دو طرف هم میدونن که پول ندارن، درآمد نفت بوده. حالا هر جوری اینا بودجه رو ببندن این مشکل خواهد بود. حدس من اینه که اولا از اون حالا چقدر صندوق ملی دارن از اون پول بردارن، یه مقدار اسکناس چاپ کنن، یه مقدار شاید سعیشون اینه که نفت بیشتر بفروشن. اگر اینا نشه بله هر بودجه، حالا چه به اونی که مخالفین میخوان، چه اونی که آقای روحانی میخواد ببنده، مشکل خواهد داشت، کسر بودجه عظیمی خواهند داشت، تورم زیادی به وجود خواهند آورد. ممنون از شما رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی. در ایران به تولید کنندگان لوازم خانگی تا 15 دی ماه فرصت داده شده تا برای کالاهایشان شناسه دریافت کنند. هدف جلوگیری از قاچاق لوازم خانگی است که در پی تحریم‌های آمریکا بیشتر شده. اما آیا طرح جدید می‌تواند جلوی این صنعت قاچاق صدها میلیارد تومانی را بگیرد؟ مهدی بیگی گزارش می‌دهد. بخاری توی ایرون فراوون ولی هر کسی بی گفت فقط اون. از قدیم در تلویزیون تبلیغشان می‌کردند، لوازم خانگی تولید داخل مثل این بخاری می‌رقصید و می‌گفت گرمایش را هیچ بخاری دیگری ندارد. از ما یه شرکی داره زمستونش بخاری. این اولین و تنها تلویزیون تمام ترانزیستوری در ایران است. این تلویزیون شهاب زجی محو تماشا می‌شدی، اما پای خرید که می‌رسید خارجی دل می‌برد. علی‌رغم تبلیغات گسترده مسئولان برای خرید کالای داخلی و شعار حمایت از تولید کننده داخلی، به نظر چشم خیلی ها هنوز دنبال لوازم خانگی خارجی است. اما از پارسال اوضاع تغییر کرده. این همه حمایت کردن این برندهای خارجی رو در ایران، تهش چی تو شد؟ گذاشتن رفتن، تحریم ها شروع نشده رفتن، همه رفتند از ترس جریمه و ناخشنودی آمریکا. با بازگشت تحریم‌ها نقل و انتقال پول هم برایشان مشکل شده بود. شرکت‌های تولید کننده لوازم خانگی خارجی که رفتند، هیچ واردات لوازم خانگی هم ممنوع شد. اما کالاهای خارجی نرفتند، قاچاق شدند از ورودی‌های رسمی و غیر رسمی. فت و فراوان. مثلا با مجوز و یعنی 80% 80% لوازم خارجی که شما می‌بینید متأسفانه قاچاق. واردات هم که ممنوع است، این یعنی 20% باقی یا از قبل در انبارها بودند یا اینکه آمار دقیق نیست. حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم گفته در 6 ماه اول سال تنها 400 میلیارد تومان لوازم خانگی قاچاق کشف شده. و این هم نمونه ای اخیر، کشف 2 محموله قاچاق در مرکز و جنوب تهران به ارزش 280 میلیارد تومان. در واقع ساخت کشورهای چین، کره، آلمان، ایتالیا که همونطوری که عرض کردم بالغ بر 70 دستگاه کامیون بوده که این کالا قاچاق شده. حالا مسئولان برای مبارزه با قاچاق لوازم خانگی طرح شناسه‌دار کردنشان را مطرح کردند. لوازم خانگی که باید شناسه کالا بگیرند اینها هستند: تلویزیون، یخچال و فریزر، کولر گازی، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، مایکروویو، جاروبرقی، آبگرم کنه دیواری، اتوی برقی و چرخ خیاطی خانگی. مدل‌های ایرانی تا اواسط دی ماه و مدل‌های خارجی تا اواسط بهمن فرصت دارند. این بازار لوازم خانگی، بازاری که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی این فرصت را برای شناسه‌دار شدن لوازم خانگی کافی ندانسته و گفته
بیش از اینها وقت میبرد. این یعنی قاچاق همچنان ادامه خواهد داشت. به نظر هماهنگی کاملی بین نهادهای اجرا کننده این طرح وجود ندارد. حتی ارزیابی دقیقی از تأثیرات احتمالی این طرح روی قیمت لوازم خانگی انجام نشده. کاهش قیمت خواهیم داشت؟ من نمیدونم کاهش قیمت یا افزایش قیمت را. آنچه که خدمت حضرت عالی عرض میکنم، قرار نیست این طرح بر روی تولید ضربه‌ای بزنه یا مانعی برای اجرای این طرح بشه. حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی گفته صنعت لوازم خانگی متعلق به بخش خصوصی است و فعالان این حوزه به راحتی می توانند تحریم ها را دور بزنند. اما چطور؟ خیلی از شرکت ها دیگه بار نمیدن و به صورت غیر شرکتی از مرزها وارد میشه که گارانتی اینا ندارن، حالا غیر شرکتی معروفن. ولی خب رهبر ایران هم چندی پیش در جمع تولید کنندگان داخلی از لزوم حمایت از این تولید کنندگان گفت. اگر توانستیم با تکیه بر توان داخلی تحریم رو بی اثر بکنیم، اون عامل تحریم کننده هم از تحریم دست بر می داره. امید به رونق تولید داخلی برای بی اثر کردن تحریم ها. از تحریم دست برمی‌داره. البته اینجا چشم‌اندازی که با وجود قاچاق فراوان کالای خارجی، مشکلات تولید کننده های داخلی و بی‌علاقگی مصرف کننده ها حداقل در مورد لوازم خانگی روشن نیست. مهدی بیگی، بی بی سی. گابریل کالدرون، سرمربی آرژانتینی پرسپولیس، این باشگاه رو ترک کرد. آقای کالدرون در پیام خداحافظی با طرفداران روی اینستاگرام گفت گذشته از مسائل مالی باشگاه به او احترام نگذاشته. همزمان طرفداران استقلال تهران هم با تجمع در نزدیکی باشگاه خواستار بازگشت آندرا استراماچونی سرمربی ایتالیایی تیم و استعفای بعضی از مدیران باشگاه شدند. آقای استراماچونی میگوید باشگاه قادر به انجام تعهداتش و پرداخت دستمزدش از مجاری قانونی نیست. پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی و عضو هیئت تحریریه ایران وایر از وین با ماست. آقای یونسی پور، اصولاً به نظر میرسه یه بحرانی در مورد این سرمربی‌های خارجی در ایران داره پیش میاد، یکی بعد از دیگری دارن ترک میکنن. یک کلید واژه وجود داره، اونم دروغه. ببینین، از زمانی که کارلوس کیروش در حقیقت داشت آخرین ماه‌های خودش رو در فوتبال ایران میگذرون و البته خودم اعتراف میکنم که یکی از منتقدینش بودم به رفتارهایی که انجام میداد، این واژه رو میشنیدیم مداوم که میگفت به من دروغ گفته میشه، هم در فدراسیون فوتبال و هم در وزارت ورزش. کارلوس کیروش به خاطر اعتراضهای مکرری که میکرد این حرفش هم زیاد جدی گرفته نمیشد. زمانی که رفت مارک ویلموتس اومد، مارک ویلموتس به شدت متنفر و منزجر بود از رسانه‌های حقیقی و مجازی. هرگز نمیدیدیم، حتی از زمانی که مربی تیم ملی بلژیک بود تا ساحل آج و ایران، علاقه به مصاحبه یا توییت زدن یا اینستاگرام گردی داشته باشه. اما انقدر همین اتفاق واسش افتاد که اومد در توییتر خودش یه رشته توییت گذاشت و گفتش که در فدراسیون فوتبال ایران به من دروغ میگن. استراماچونی نمونه بعدی بود که خیلی تندتر برخورد کرد. آقای ویلموتس هم میدونیم که قراردادش رو یک طرفه فسخ کرد. بعد آقای استراماچونی که به هر حال دیدیم که قراردادش رو فسخ کرده دیگه، از هر من شمس انقدر که گفتش که من دروغ میشنوم و حالا در باشگاه پرسپولیس. در باشگاه پرسپولیس اتفاقی که افتاده، حالا احتمالاً در نوبت‌های بعدی بیشتر از دادمایش صحبت می‌کنیم، اتفاقی که افتاده اینه که گابریل کاردون اساساً میگه اون چیزی که من میخوام و اون چیزی که باشگاه پرسپولیس ادعا میکنه دو امر متضاد و متفاوته. حالا آقای کاردون گفتین که میخوایم صحبت کنیم راجع به بیشتر، ولی اگه بتونین توضیح بیشتری بدین مربی پرسپولیس چه شد که در نهایت رفت؟ یه چند باری مصاحبه کرده بود، گفته بود منم مثل آندرا استراماچونی هستم، حقوقمو دریافت نمیکنم، ولی به نظر نمیرسید که تصمیم به ناگهان به رفتن بخواد بگیره. ببینین، گابریل کاردون مهمترین مصاحبهش مصاحبه بعد از آخرین بازی نیم فصله که گفتش که من مرد ثروتمندی هستم و انقدر در مورد پول ابراز نظر نمی‌کنه. البته یه مقداری در گویشش به هر حال سعی می‌کرد که کنایه هم بزنه به همتای خودش در باشگاه استقلال، ولی در اینکه آقای کادرون دستمزد خودش رو دیر دریافت کرد، چند روز پیش تازه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس موفق شد که قسط اول قراردادش رو پرداخت بکنه و هنوز قسط دوم که الان سر رسیده پرداخت نشده. خودش در باشگاه اعلام کرده که من حاضرم پولی که شما می‌خواید برای بازیکن خارجی هزینه بکنین
اختصاص بدید برای دستمزد بازیکن. اما اینا گفتن که امروز خبر رسیده بود که رفتن سراغ مهاجم تیم ملی عراق باشگاه پرسپولیس، به نظر میرسه همون نقش واسطه ها و پولی که اون 20% الی 50% که واسطه ها و دلال ها این وسط میگیرن خیلی نقش داشته. گابریل کاردون اساس حرفش که امروز در اینستاگرام هم منتشر کرد این بودش که باشگاه پرسپولیس داره من دروغ میگه، هر آنچه که من میگم و جور دیگه ای وانمود میکنه و میگه من همه مشکلاتم مشکلات مالیه، در حالی که واقعا هم اینطوری نبوده. یه خبری امروز رسید مبنی بر اینکه آقای کالدرون به خاطر اختلافاتی که در باشگاه میفته خواهان کنار رفتن مثلا افشین پیروانی هستش. حالا در راستی آزمایی این خبر باید صبر بکنیم براش و منتظر باشیم، اما این اتفاق هم افتاده. امروز هم هواداران تیم استقلال رفته بودند و در واقع تجمعی کرده بودند بیرون ساختمان باشگاه، اونجا خواهان برکناری اعضای هیئت مدیره شده بودند. چقدر واقعا آیا و اونجا می‌دیدیم که توی عکس‌ها پلاکارد و عکسایی هم از آقای استراماچونی دست گرفته بودن، ظاهرا هنوز امیدوارن که او برگرده. هوادار استقلال امیدوارن که برگرده. در حال یه تلاش‌هایی هم داره میشه از سوی هیئت مدیره وزارت ورزش، اما در مورد هیئت مدیره باید بحث کرد که استراماچونی برگرده. بودنش قطر خواستن باهاش صحبت بکنن، اصلا مشخص نیست چرا قطر، خب چرا ایران نه، چرا مثلا. حالا از این بحث بگذریم، یه مسئله که وجود داره بعد از یه تغییرات کوچیکی در هیئت مدیره به وجود اومد، ناگهان اخبار باشگاه استقلال داره بیرون درس پیدا می‌کنه. ابتدا عنوان شد، رسانه‌ها نوشتن که مثلا آقای استراماچونی این شروطو داره، در حالی که خلاف قوانین هستش که شما مذاکرات و رسانه‌ای بکنید. و سپس خبر رسیدش که آقای استراماچونی خواهان مثلا برکناری فلان عضو شده و همینطور وکیلش نامه زده که دیدار ما به فیفا. ببینید این بیرون اومدن اخبار از دل هیئت مدیره باشگاه استقلال که دقیقاً بعد از این جابجایی‌ها صورت گرفت، بعد از این جابجایی هیئت مدیره، باعث این شده که آقای استراماچونی بیشتر مخالف بازگشتش به ایران بشه. و به نظر میرسه که این قدرت طلبی که در هیئت مدیره باشگاه استقلال به وجود اومده خودش یکی از بلاهای بازگشت مجدد آقای استراماچونی باشه. خیلی کوتاه اگر بفهمید، باشگاه استقلال خیلی خوب داشت عمل میکرد با آمدن آقای استراماچونی پرسپولیس، حالا آقای کالدرون رو از دست داده، فکر کنید چقدر در عمل کرده این دو تیم عملا رفتن این مربی ها تاثیر بذاره؟ قطعاً تاثیر میذاره. اگه بخوام خیلی کوتاه بگم، میتونیم به استقلال نگاه بکنیم که به صدر جدول رفت و امروز در رده پنجم جدول نشسته. مسلما برای باشگاه پرسپولیس هم اگر آقای کالدرون بره همین اتفاق خواهد. ممنونم از شما پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی با ما. گرچه پوشش رویدادهای علمی سال 2019 بیشتر تحت تاثیر رخدادهای محیط زیستی و تغییرات اقلیمی بود، اما خبرهای دنیای نجوم و فناوری علاقمندان زیادی داره و اونا رو امسال هم هیجان زده کرده. یکی از مهمترین خبرهای دنیای نجوم مربوط به انتشار تصویر یک سیاه چاله بود. در دنیای فناوری و تکنولوژی، قطع اینترنت به دنبال اعتراضهای آبان ماه در ایران یکی از مهمترین خبرهای مورد توجه ایرانیان بود. اما علاوه بر ایران، هند هم به یکی از بزرگترین کشورهای قطع کننده اینترنت امسال تبدیل شد. نعیم نامجو در گزارش نگاهی کرده به مهمترین وقایع علم و تکنولوژی. 6 5 4 3 2 1 ماموریتش در آخرین روزهای سال 2019 آغاز شد. کیابس برای قرار گرفتن در 700 کیلومتری زمین 145 دقیقه در راه بود. ماموریت ویژه این تلسکوپ فضایی جمع‌آوری اطلاعات درباره سیارات ورای منظومه شمسی است. تا کنون 4000 سیاره کشف شده و تمرکز کیابس هم روی همین سیارات خواهد بود. سیاراتی به بزرگی زمین تا نپتون. محققان سازمان فضایی اروپا به دنبال اطلاعاتی درباره چگونگی تشکیل این سیارات و مواد تشکیل دهنده آنها هستند و اینکه در طول زمان چطور تغییر کردند. تحقیقی که شاید ما را به رسیدن به سؤالی مهم نزدیک کند: آیا حیات ورای منظومه شمسی وجود دارد؟ اما یکی از هیجان انگیزترین خبرها از آسمان در سال 2019 ثبت اولین تصویر از یک سیاه‌چاله بود. سیاه‌چاله‌ای 3 میلیون بار بزرگتر از زمین. این یکی از تلسکوپ‌هایی است که برای ثبت این تصویر به کار گرفته شد. بر فراز کوهی در جنوب اسپانیا، سر برافراشته در میان ابرها، تنها یکی از سری تلسکوپ‌هایی که در سراسر جهان در این طرح همزمان به کار گرفته شد.
هیچ تلسکوپی به تنهایی برای تهیه تصویری از یک سیاه‌چاله قدرت کافی را ندارد، اما با جمع‌آوری داده‌های این تلسکوپ‌ها تصویر واضح و واضح‌تر شد. نه، حالا که این داده ها رو داریم و این تصویر رو میبینیم، سیاه‌چاله به چیزی ملموس تبدیل شده، چیزی که میتونید ببینید و دانش ما رو بسیار بیشتر خواهد کرد. دانشمندان حالا برای جمع‌آوری داده از سیاه‌چاله دیگری آماده میشوند، این بار سیاه‌چاله‌ای در قلب کهکشان خودمان، راه شیری. ۲۰۱۹ فرصتی برای بزرگ داشته تجربه‌ای شگفت‌انگیز برای بشریت هم بود. 50مین سال فرود انسان بر ماه، مأموریتی که نفس را در سینه میلیون‌ها نفر حبس کرد. هم از سه فضانوردی که در نهایت مأموریت را انجام دادند یادی شد و هم از هزاران دانشمند، مهندس و کارمند که برای رسیدن به رویای ماه هرچه توانستند انجام دادند. 50 سال بعد از اولین گام انسان بر ماه، ناسا اعلام کرد در قالب برنامه آرتمیس دوباره فضانوردان را به ماه می‌فرستد. برنامه‌ای که هدفش 2024 است و قرار است نه تنها امکان سفر دوباره به ماه که زمینی ساخت ایستگاهی در مدار قمر زمین را فراهم کند. در دنیای فناوری گوگل پروژه‌ای انجام داد که سر و صدای زیادی به پا کرد. بر اساس مقاله‌ای که در مجله معتبر نیچر منتشر شد، محققان و مهندسان گوگل به برتری کوانتومی دست یافتند. به این ترتیب شرکت گوگل برای اولین بار موفق به ساخت پردازشگر کوانتومی شده است. پدرام روشن با این پروژه همکاری داشته. او یکی از نویسندگان مقاله مجله نیچر هم هست. کاری که ما اخیراً کردیم، تونستیم قدرت این پردازه‌ها رو در پردازشگرها رو در مورد یک مسئله خیلی خاص نشون بدیم. این هنوز با درست کردن اون کوانتوم کامپیوتری که توانایی حل، توانایی انجام الگوریتم‌های مختلف رو داشته باشه، هنوز کاملاً متفاوت هست. پدرام روشن مسئول انجام بخشی از کارهای سخت افزاری پروژه مثل ساخت تراشه پردازنده بوده. او پیش از این هم عضو تیم پژوهشی به سرپرستی جان مارتینیز بود که سال 2014 برای ساخت کامپیوتر کوانتومی به گوگل پیوست. من قسمتی از تیم سخت افزار بودم، یه مقدار کارهای سخت افزاری قضیه درست کردن این چیپ، پروسسور و کالیبریت کردنش، کنترل کردنش و کارهای مربوط به چیپ رو بیشتر انجام دادم و یه مقدار در نوشتن مقاله مشارکت کردم و یه سری از مسئولیت‌های مدیریتی داشتم. تکنولوژی که در این پردازنده استفاده شد، قابلیت محاسبه الگوریتمی مشخص را در 200 ثانیه فراهم کرد. الگوریتمی که محاسبه‌اش با بهترین سوپرکامپیوترها تا 10,000 سال طول می‌کشید. با اوج گرفتن اعتراضاتی که با افزایش قیمت بنزین در ایران شعله ور شد، حکومت ایران اینترنت خانگی و موبایل میلیون ها کاربر در سراسر کشور را قطع کرد. با گذشت هر روز از مسدود شدن امکان ارتباط با دنیای خارج، نگرانی ها از آنچه در داخل ایران می گذشت و برخورد نیروهای امنیتی با معترضان بیشتر می شد. نت بلاکس که بر اتصال کاربران جهان به اینترنت نظارت می‌کند، مرتب گزارش‌هایی درباره وضعیت اینترنت ایران منتشر می‌کرد. بر اساس اطلاعات نت بلاکس، اینترنت حدود نیمی از کاربران ایرانی بعد از یک هفته وصل شده بود، اما در بعضی نقاط مثل استان سیستان و بلوچستان حتی تا حدود 3 هفته بعد امکان اتصال به شبکه جهانی اینترنت وجود نداشت. کارشناسان میگویند گیت‌وی یا دروازه‌های اتصال اینترنت ایران به گونه‌ای طراحی شده که امکان قطع آسان آن برای حکومت فراهم باشد. برای این باورم که دیگه زندگی بدون فضای مجازی و بدون اتصال به شبکه جهانی قابل تصور نیست. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، مسئولیت قطع اینترنت را به گردن شورای امنیت کشور انداخت و گفت که خودش نقش مستقیمی نداشته.
اما آمریکا آقای جهرومی را به دلیل نقشش در سانسور اینترنت تحریم کرد و او را کارمند سابق وزارت بدنام اطلاعات خواند. با بست شدن اینترنت، فیلم ها و گزارش های زیادی از سرکوب معترضان در ایران منتشر شد. اما نهادهای ناظر بر اینترنت و فعالان حقوق بشر نگران اقدامات شدیدتر ایران در قطع دسترسی کاربران به شبکه جهانی در آینده هستند. نعیمه نامجو، بی بی سی. دو هفته بعد از ثبت دوتار به عنوان یه ساز ایرانی در یونسکو، بعضی از فرنگیان در هرات در غرب افغانستان خواستار تجدید نظر در این تصمیم شدند. در فراخوانی که مؤسسه مطالعات استراتژیک افغانستان منتشر کرده اومده که دوتار ساز مشترک منطقه‌ایه که شامل ایران، افغانستان و تاجیکستان میشه. محمد قاضی‌زاده از هرات گزارش میده. ساز آشنا که قرن هاست گرمابخش محافل ساکنان این جغرافیا است. این اما یک دور همی ساده نیست. دوتار نواخته می شود، اما بر رسم اعتراض. اعتراض بر ثبت این آله از سوی سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو به عنوان یک آله ایرانی. این مسئله خشم فرهنگیان هراتی را برانگیخته است. ما ادعای از این داریم هرات به عنوان پایتخت فرهنگی دوره فرانسوی یا پایتخت اقتدار سیاسی داشته. هرات برخواستگاه یا زاده دوتار بوده است و این در شهرهای دیگر خراسان دیده می شود. هرات دوتار نوازان معروفی داشته و هنوز هم دارد. محلی خانان هراتی امیدوارند آنچه که قرن به قرن و نسل به نسل به آنها رسیده حتی بر روی کاغذ از زادگاهشان جدا نشود. فراخوان این نشست مطبوعاتی از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در هرات منتشر شد. این نهاد میگوید دوتار از همه است، اما بیشتر از هرات. اینجا در هرات هر از گاه بحث‌های در مورد چگونگی انتصاب ارزش‌های فرهنگی در این منطقه بزرگ مطرح می‌شود. جنجال تنها بر سر ساز هم نیست. پیش از این انتصاب میراث‌های مشترک فرهنگی بین افغانستان، ایران و تاجیکستان تنها به یکی از این کشورها در حوزه‌های چون تاریخ و ادبیات هم جنجال ساز شده. محمد قاضی‌زاده، بی بی سی، هرات. امید شکسته شدن مرزها و روزی که به جای پرداختن به این مسائل به صدای خوش دوتار هممون گوش بدیم و لذت ببریم بیشتر و بیشتر ازش. ممنون که بی بی سی فارسی را انتخاب کردید.